دوم سمینار زمستانی مهندسی کامپیوتر. سخنران اول امروز آمنه شامخی هستن که همینجا مهندسی کامپیوترشون رو گرفتن و الان در دانشگاه نورت‌ایسترن در بوستون مشغول گرفتن دکتراشون هستن. A brief introduction to affective computing and virtual agents. Hello, presentation. Just like that, my name is Agazor Maner. I'm a student at Shanghai University of Computing. خیلی ممنون از تحصیبات این مالی پیش دو رخشتن بیزن بیشون شد ولی اگه رو بزرگی من میگه توضیح همتون را جو بگیم که این چه خاکیه بدم بسن آره حتما تو هم خواستم بگم من اینکه مالی که تعریفی آشنایی اتفاقی بسن چه پرسی که این شرق بزنی نظری اتا یا باشی میگه من خود باشم کلن توضیحی که میخواستم بدم اینه که برخلافی رسال کنی که این دو روز بوده این یک کار خاص یا یه مقاله تعریفی هست معرفی یه زیر شاخه اینه که من یه نوع رو باشه شدیم در این میاد که فکر کردم که بوده هایشه اینه که کلن توی آمریکا هم کنیم نسبتا جدیده خیلی کمتر شده در باش آشنا ولی به نظرم هم مسئله زیادی داره خیلی میتونه جالب باشه مخصوصا برای آدم هایی که دوست دارن روی یه چیزهای کار کنن که فقط مثلا تئوری کامپیوتر یا کامپیوتر نیستش دوست دارن یه ذره بین رشته ای کار کنن اینا این خیلی چیز جالبیه بنابراین من تصمیم گرفتم که راجع به این توضیح بدم و رو معرفی کنم رشته یا افکتیو کامپیوتینگ ما توضیح میدم که دقیقا چیه ولی در واقع یه زیر شاخه از HCI یا تعامل انسان با ماشینه که امروز روش صحبت در کل هم توی این تاپ داشت سعی میکنم اول یه ذره راجع به احساس و حالتهای احساسی آدم حرف بزنم یه ذره رفت شرش رفت کامپیوتر نداره رفت شرزیتوره بعد یه ذره تعریف میکنیم که کلا افکتیو کامپیوتینگ چیه یه راجع به امور دیگه مرتبط بهش و بعدش هم که اصلا چرا خوبه چه دردمون میخوره چه کاربردهایی داره اینا سعی میکنیم آخرش هم خیلی کوتاه من راجع به این ویرچوال ایجنت و دستیارهای مجازی توضیح میدم که کار اصلی خودم به این من یعنی به اینا من توضیح هم یه چند مثال فقط میزنم که چه چیز داره بس حالا شروع کنیم این مفهومی راجبه با یه تعریفی از احساس و عواطف انسان چیزی که خیلی مهمه اینه که تو تمام زندگی ما واقعا هر لحظه زندگی ما احساس ها میتونن دخیل باشن شاید یه چیز احساس ها و عواطف ما چیزایی که خیلی دخیلن با هر لحظه زندگی ما شاید کمتر حواس یعنی اگر از این توی تمام تصمیم گیری هامون تو درک و شناختمون این نه تنها توی یه حالت های خیلی شناخت شده احساسی مثل دوست داشتن و عشق و نفرت و اینا که اونجا که مستقیم اینا دخیلن بلکه توی تمام فعالیت های دیگه مثل یاد گرفتن، تصمیم گرفتن، درک اینا احساس های ما به صورت غیر مستقیم تاثیر میذارن یعنی هر تصمیم خیلی ساده ای مثل اینکه شما حتی بیاین این تاک یا نیاین یا سمینار سفر کنید یا نه هر چیزی کاملا وابسته است به اون مود شما تو اون لحظه بگه که کاملا وابسته است که میگم یعنی یه جوری تاثیر میپذیره اگه شما دیدید تو مود این نباشید هیچ کاری کنید احتمالا کاری برای هم میخوام بگم خیلی توی دامنه وسیعی تاثیر دارن روی زندگی ما و تصمیم های ما حالا دو تا به دو شکل میشه به احساس ها نگاه کرد احساس میشه به عنوان پدیده شناختی یا کاگنیتیو به این معنی که توش با مؤلفه‌های ذهنی احساس خواهد بگیریم یعنی شرایطی که باعث میشه که یه احساس توی ما پدید بیاد مثلا اگر من خیلی دوست دارم کاری رو انجام بدم و یه آدم یه نیستی میاد یه جوری مانع میشه که من کار رو انجام بدم این باعث عصبانی شدن من میشه یه فرآیند ذهنی توی ذهن من اتفاق میفته که یه احساسی رو من برمی‌گیره پس یه مؤلفه ذهنی دارن احساس از طرف دیگه به عنوان پدیده فیزیکی یا بدنی میشه احساس نگاه کرد. مثلا وقتی من استرس دارم زبان الانم شدید میشه، تنفسم فرق میکنه، عرق ممکنه بکنم و این تقابلی هم وجود داره. یعنی مثلا تقابل دو طرفه ای هست بین احساس ها و پدیده های فیزیکی. همین که احساس من باعث میشه که یه سری تغییرات فیزیکی تو بدنم اتفاق بیفته، همین که تغییرات فیزیکی محیط میتونه روی احساس من تاثیر بذاره. مثلا که موقعی هوا خیلی سرده، ممکنه که احساس من تاثیر وقتی که یه فصل بارونی بره که صبح شب بارون میاد ممکنه رو مود یا
احساس ما تاثیر بذاره. پس اینجا خیلی خلاصه خواستیم دو تا نگاه، دو تا بعد احساسا رو بگیم. بعد از اون چیز دیگه ای که میشه گفت اینه که احساسا، بروز احساسا میتونه محسوس باشه، مثلا اینکه آدمای دیگه بتونن تشخیصش بدن و احساسا یه سری هم بروز نامحسوس دارن. بروز محسوس که حالتهای صورت من هر چیزی که شما در لحظه آدمی که آدم میبینید میتونید تشخیص بدید که آدم خوشحال، ناراحت، چون هر چیز داره خیلی عصبانی چیزی. از حالتهای صورت میتونه باشه، از صدا میتونه باشه، شما احتمالا الان اگه صدای من لرزشی داشته باشه میتونید بفهمید مثلا استرس دارم، بعد با بروز صدا خیلی بالا باشه، عصبانی ام، یا چیزهای حرکات بدن میتونه باشه، پوستچر بدن من چطوری نشستم، همه اینا توی شما یعنی به عنوان یه انسان بیننده یه دیدی بده که احساس های نمشید. از اون طرف یه بروزای نامحسوسی هم وجود داره، یعنی نفس من هم توی گفتم، عرق کردن، ضربان قلب، فشار خون، ماهیچه های موازم صدشون، اینا همه چیزایی که اتفاق میفتن مدام توی بدن ما وقتی که تجربه های احساسی مختلف داریم و لزوماً هم بیننده انسانی دارن نمیدونه، متوجهشون نمیشه. یه مثالی که من دوست داشتم بزنم که یه ذره خوبتر ببینیم که چطوری این مودا وجود دارن اینا، اینه که مثلا تصور کنیم که یه روز گرم خرداد فصل امتحان هاست، شما یه امتحان خیلی سخت داشتیم صبح که خیلی براش خوده بودیم، شب کنیم بیرام بودیم، خیلی خسته ایم، سعی کنیم توی این خسته که هم دوارم همه احساس و همه حالت های که اتفاق مفتر تصور کنیم. بعد امتحانتون رو دادیم، خدا شد خیلی راضی بودیم، خیلی خوشحالیم، بعدش بیزن با بچه ها و با دوستاتون سرگردیم، یعنی حرف زدیم، گپ زدیم، خیلی خوشحالیم. بعد چون روزه خیلی گرمیه هم بسر که میزنه که برین از توامی مثلا یه نوشیدنی خوب برنگ ببینیم، میریم اونجا با تست خوب با اینا و ببینیم یه صفحه طولانیه وای میسیم یه ذره هوا خیلی گرمه، یه ذره شروع کنیم عرق کردن، یه ذره تلافه میشیم، بعد نوشیدنیتون میگیریم، یه مولکا میخوریم، خیلی هم به تو میچسبه، خیلی هم کیف میده. همون لحظه که داریم میرین یه یکی از پشت میزنه شما و شما در همون لحظه یه همه این حالت احساساتون تبدیل میشه به یه عصبانیتی که این چی بود، این چه کاری بود فلان. یه لحظه برمیگردید میبینید اون چیزی که خورده بهتون یه دختر خانم یا آفیسری روی ویلچر نشسته که دست یا پا شکسته یا هر چیز، دوباره در همون لحظه تمام احساسات شما از حالت عصبانیت و اون تنشنی که داشتین تبدیل میشه، مثلا بچه‌ها میبینید که اون یه خوراکی دستش بوده ریخته، تبدیل میشه به حالتی که ای وای نه اشکال نداره، کمکش میکنید که خوراکش رو درست کنه. توی یک همچین چیزی یعنی یه قصه خیلی کوتاهیه، شبیه خیلی چیزایی که ما این مدام داریم تجربه میکنیم، ولی ببینید که چطور این تبدیلای احساس به هم چجوری این بعد فیزیکی و بعد ذهنی احساس میشه بازی کنه. این فهم هم مثال صرفا بزنم که یه ذره فضایی رو بیشتر داشته باشه. بعد چیز دیگه یه حالا این کلن یه سری فیلمی که من میخوام روش حرف بزنم افکتیو کامپیوتینگ، بزنید تعریف کنم که اصلا افکت چیه. من کلمه کلن استفاده برای فارسی باشه ولی افکت راستش اش بکنش ترجمه خوبی براش پیدا نکردم، ولی تعریفش حالت خوبی با واسطه به تعریف ایموشن و مود، یعنی حس و مود که اون نشون میده. پس تعریف کنیم الان ایموشن. ایموشن چیه؟ ایموشن به احساسای در بازه زمانی کوتاه، احساس ناگهانی که یک دلیل مشخص دارن و معمولا شدت دارن میشه تعریف ایموشن. یعنی مثلا من اگه یهو یک بیاد 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 عصبانی میشم در یه لحظه دوزمان، یعنی احساس هم مثلا شد چند وقت بود بشه، یا اگه یهو شما داری راه میرین یه دوست قدیمیتون رو بعد این مدت زیاد میبینین خیلی خوشحال میشه در لحظه. پس من ایموشن تعریف ایموشن که به حتما دلیل مشخص داره، شدتش معمولا زیاده و مدتش کوتاه. اگر از اون طرف مود برعکس ایموشن اول در بازه زمانی بلند مدت، حالت احساسی ما در این بازه طولانی تره و یه ذره حالت پخش داره، فوکس نیست، یه دلیل مشخص رو من نداره، چون یه روز از خواب پا میشه میبینید رو مود میزه بنده چبانه ما میشه دقیقا هم میشه مود، یا حالا اصلا ممکنه یه هفته یاد انرژیش کمتر باشه بیشتر باشه، پس میشه مود. از این جهت هم که تعریف و تفکیک اینا مهمه اینه که حالا بعدا که بیشتر توضیح بدیم راههایی که کامپیوتر میتونه داشته باشه برای تشخیص اینا خیلی خیلی ممکن متفاوت باشه، بنابراین مهمه که ما قائل بشیم تفاوت بین مود و ایموشن. بعد نهایتا
حالت تأثیری که ما از موت و موشه نفر نست میگیم. یعنی این بهترین تعریفی که داره. یعنی حالت حسی ما، تجربه حسی ما در هر لحظه که برآمده از احساس و مودی که مودی که داریم هست، میشه افکت. که حالا توی تاک من بیشتر از واژه حس استفاده میکنم، ولی منظورم حالت حسی که ما در هر لحظه داریم. این هم از تعریف افکت. بعدش برسیم به دسته‌بندی کردن احساس. احساس رو مخصوصا این وقتی راجع به مطالعه احساس و بررسی و مطالعه برسه، خوبه که بشه این دسته‌بندی هایی کرد. نحوه اولی که دسته‌بندی میکنن احساساتو با تأثیر آقای اکمن میکنن تو سال 1978 ادعا شده. اول 6 تا احساس پایه بوده که عصبانیت، انزجار یا دیسگاس، ترس، شادی، ناراحتی و تعجب. این احساس ها شش تا احساس پایه بودن، ولی بعد الان هی احساس روش اضافه میشه. مثلا تحقیر و حالت فونس ها یه مدل یه ذره بیشترشه، ولی بازم مدل های دیگه هست که بر اساس همین نظریه آقای اکمنه، ولی تعداد بیشتر احساس روش پوشش میده. بیسیک اموشنز، ولی یه طوری دستمندی خاصتری برای افکت نداره جایی من میدونم. بعدش هم چون از این نظریه آقای اکمن کاربرد اصلیش توی تشخیص احساس از روی صورته، حالا اینطوری اصلا میشه بگیم که این بروز هر کنون از این حسا روی صورت ما چجوری میتونه باشه. خیلی از اسمان هستن که بروز صورت ندارن، مثلا این آقای که استرس داره لزوما صورت شرح نمیکنه، ولی این خیلی بحث رو روی این هم هست، ولی فکر کنم بیسی که موشن دقیقا اینه که ادعای آقای من اینه که این کانچرال نیست، یعنی این چیزی که من میرسیم توی همه فهمه های اینا مشترکه. خیلی چیزای دیگه مثلا همین وقتی خیلی تعداد اینا زیاد میشه کانچرال میشه واقعا، ولی تا جایی که من میدونم ادعا اینه که این شیشتا یا حالا این هشتا چیزایی که بیسیکه. بیسیک دقیقا میدونه که گلوباله. این یه مورد دسته‌بندی احساسات. مورد دیگه یه دسته‌بندی احساسات بر اساس اراوزال و لولنسنس. حالا باز این هم تعریفش مثلا این از این نمودانه یه زن معنیش رو بهتر جا بدازم، ولی ترجمه اراوزال رو کنم انگیختگیه، همون میزان انگیختگیه. لولنس هم یه جورایی میزانش رو میده، منفی بودن و مثبت لولنس دقیقا میزان احساس شده. حالا بزنید از روی این نموداره ببینید. یعنی دو تا دایمنشن پس تعریف میکنن، ارازال و بلنس. بعد یه مختصات ما داریم که چهار تا پس بخش داره. محور عمودی هم اونجور که ببینید ارازال، محور افقی بلنس. حالا مثلا نگاه کنید هپی رو من اینجا پاتر کنم، ولی حالت هپی رو مثلا هپی چیه؟ ارازال ما توی حالت خوشحال بودن خیلی نیستش، یعنی نسبتاً حالت آروم و نیم، ولی معنیسش خیلی مثبته، یعنی میزان زیادی احساس مثبت ما داریم در صورتی که خیلی انگیختگی خاصی نیست. ولی از اون اکسایتیتو که نگاه کنیم اون ارامزاد خیلی بیشتر، یعنی اون احساس مثبت هست ولی ما خیلی انرژیش یا تأثیرش رو بیشتر. باز اگه حالا بگیم یا مثلا این طرف توی بلنس های منفی اگه نگاه کنیم انوید و فراستریتد رو ببینید که حالتشون منفی، حالت ناراحت کننده دارن، ولی باز رازهای مختلف دارن. وقتی شما آزار دیدین از یه چیزی ممکن خیلی این حالت یا کلمه ها چون خیلی سمزاده کنم از این واضح تر میزان انرژی آدم توی حالت آزار دیده بیشتر تا حالت فراستریتد که هرگاهشون میشه که میشه ناامید هستن. آره. خلاصه این یا مثلا حالت عصبانی رو اگه ببینی، عصبانی ارازالش خیلی زیاده. حالت تنس، اون آلارم یا تنس، ارازال خیلی زیاده، حس منفی هم وجوده. من از اون این بخش منفی ارازال اگه نگاه کنید، مثلا پلیزد و گلد رو ببینید. حالا اگه همینطوری به من بگید پلیزد و گلد حتی من کنم همه چه معنیه، نه اگه بتونی این بذار خیلی دقیق باید معنیسی کنی. پلیزد را دقیقا فرقش با حقی اینه که شما یه ذره حالت آرامتر و پیسفولتری داره.
همین روزال اومده توی بخش منفی روزال یا دیگه اینا این کلمه های پایین هم همش calm, relaxed همش این هست که بلنس مثبته، حس مثبتیه ولی خیلی بدن انگار در آرامش شده است و از این طرف هم با شده منفی که روزالش منفیه، بلنس منفیه، روزال منفیه خسته رو اصلا داریم، ناراحت رو داریم، افسرده رو داریم. پس تقسیم بندی دیگه احساس رو بر اساس این دوتا دوره بالانس و رمزال و خیلی توی اون قبلی ما مثلا 6 تا یا 8 تا مشخص داشتیم ولی اینجا خیلی موارد شده. میدونم برای چی برمونه کنم کنم اینجا بیره کار میشنم اینجا سوال. پس الان همین دو دسته بندی احساس رو گفتیم روی همه اینا هم حرف هست، هر کدومش که اشکالایی دارن اینا، ولی دو تا چیزی که تا جایی که من دیدم روش بیشتر کار میشه ایناست. حالا برای که جان بحث اینه دیگه فقط یه سری چالش های مطالعه کردن احساس رو بگیم. مطالعه احساس معنی که شما وقتی میخوام کار آزمایش کار علمی بکنید با احساس، خب با پدیده های علمی دیگه خیلی از این جهت فرق میکنه. اولا که عواملی تو احساس دخیلن خیلی میتونن متنوع و متنوع بشن. شدت احساس میتونه خیلی بالا پیدا بشه. وقتی ما راجع به پدیده عشق یا دوست داشتن حرف میزنیم، هزار تا دوست داشتن وجود داره. تجربه آدم رو یکسان نیستش. من این وابسته به شخص بودم وجود داره. هر کسی میزان عصبانیت من ممکنه یه جور باشه، بروزش ممکنه یه جور باشه، توی آدم دیگه خیلی فرق کنه. برای همین همه اینا چیزایی که سخت‌تر می‌کنه کار کردن ما. از اون طرف وقتی تو آزمایش خود می‌خوام یه حسی رو القا کنیم یا یه حسی رو اندازه بگیریم، کلا شرایط آزمایش و شرایط طبیعی که آدم ها عصبانی میشن، ناراحت میشن و هرچی خیلی فرق می‌کنه. برای مثال ما خود من مثلا یه آزمایش داشتم انجام میدادم که می‌خواستم ببینیم آدما مثلا یه کار ریلکسی انجام بدن چی میشه. بعد چون دو تا شرایط داشتیم و هر نفر بعد دو شرایط انجام میداد، خواستیم قبلش یه فراستریشنی القا کنیم به اینا که اینا در این شرایط یکسانی باشن. بعد حالا سوال اینه فراستریشن چجوری القا کنیم؟ مثلا میشه بهشون یه ویدیو چم جنگ نشون بدیم، میشه بهشون بگیم در دارا فیسبوک رو لاگ آین کنیم، کلی خبر میکنن یه ذره فراستریتد میشن، یا کلی یه تسکای خاصی هست، تسکای مثلا ریاضی. آخرش کاری که ما کردیم بود که یه سری سوال ریاضی بهشون بدیم که زمانش خیلی سریع میگذشت و مثلا اینا زمان داشتن جواب بدن و محاسبه میکردن اینجور فراستریتد میشون. ولی عملا آدم میبینه که چقدر هم آدم های مختلف اندازه های مختلف فراستریتد میشن، همین که دقیقا معلوم نیستش که چقدر داریم کار یعنی که به حالت شما گفتید ناآرومش میکنه. ناآرومی هم خیلی من یه دقیقا یه تنشی یه ذره باشه اونجا تو پس این چیزا هستن. از اون طرف هم اولا که نوعی که ما احساس تجربه میکنیم، مثلا یه بچه اولین بار که با یه پدیده ترسناک مواجه میشه تجربهش خیلی متفاوته با تجربه های بعدش. ذهن ما یاد میگیره که چجوری با این احساس مواجه بشه. عصبانی شدن، ترس، ناامیدی، همه اینا یه چیزایی که هی داره تغییر میکنه تجربه هر فرد در موردش. احساس اولی و ثانویه داریم به این معنی که همین مثلا یه بوی سالی وحشت اینا که میاد ما یه میترسیم یه احساس اولیه هست. از اون طرف وقتی این مال آدم یه خبر ناراحت کننده میشنوه یا چی شاید یه اکشن اولیه هم داشته باشه، ولی در طول زمان این احساس ممکنه توش چیز بشه. نهایتا القای احساسات باز این جالبه، مثلا ما ممکنه یه فیلم ناراحت کننده ببینیم خیلی ناراحت شیم گریه بودیم، از اون طرف ممکنه یه اتفاق بعدی که خدا نکرده برای خودمون میفته خیلی ناراحت شیم بازم گریه هم میگیره. ممکنه تصور کنیم فقط یه چیز ناراحت کننده رو بازم ناراحت شیم. اینا همش ناراحتیه ولی خب سه تا چیز مختلفه و همه اینا چیزایی که خیلی سخت میکنه کار کردن با احساسو. قطعا هم توی روانشناسی و اینا خیلی تعریف ها و راهکارهای منتهی داره، ولی وقتی که این بحث مثلا توی ساینس یا توی رشته مهندسی میخوایم ما اینا کار کنیم همه اینا خیلی مطرحه. آخرش کاری که عملا میشه اینه که یه سری چیز کلی در میاد
مثلا اتفاقا راجع به همین سیستم های آموزشی که سعی می‌کنم خیلی هم متداوله که مثلا افکتیو کامپیوتینگ توی آموزش استفاده کنم. آخرش به یه سری چیز تعریف شده میرسن که مثلا آدم ها وقتی خیلی به یه حالتی میرسن که ناامید میشن بالاخره از حل مسئله. حالا ممکنه یکی یه موقع برسه یکی موقع دیگه ها، ولی وقتی به این حالت رسیدن مثلا خوبه که کامپیوتر کار کنه. یعنی سعی میکنن یه سری بیس ها یه سری تعریف کلی پیدا کنن. ولی با اینها خیلی این مشکل هست. تمام بدنه کامپیوتر توی مدت خیلی زیادی همش بر اساس این بوده که کامپیوتر برای
یادگیری و برای محاسبات و لاجیک و این چیز هست. در همین این خیلی جریان نوعی به حساب اومده وقتی اولین بار مطرح شد. چون مدل احساس رو که شاید حتی خیلی سال پیش کلن یه مغایرتی با ساینس هم ممکن تو ذهن بعضی داشته باشه. ما داریم این نمونه رو وارد میکنیم به دیزاین کامپیوتر. خیلی علوم مرتبط هم گفتم این خیلی رشته میان رشته ایه واقعا یعنی که من خودم خیلی گذاشتم اینه که خیلی چیزای مختلف رو بعد توش خون یاد گرفت لحاظ کرده روانشناسی که هم توی میدیدم مثلا در حالت همش چیزای نه روانشناسی پیشرفته ولی همش مربوط به علوم کامپیوتر که قطعا مهمه توی روشهایی که بعدا میگیم سیگنال پروسسینگ کامپیوتر ویژن اینا خیلی نقش مهمی دارن توی اینکه چجوری به کامپیوتر رو یاد بدیم که احساسان رو تشخیص کنیم. HDR رو که حتما مهمه چون که وقتی که ما همچین کامپیوتری داریم تمام نکاتی که حالا کاربر چطوری با این کار کنه چطوری از این تاثیر بپذیره اینا همش باید توش لحاظ بشه. نهایتا علوم زیست پزشکی با این ترجمه خیلی تمام هم درسته یاده ولی با مدیکال ساینس سنسورایی که استفاده میشه سنسوری که نفس من رو دیتکت کنه ضربان قلب من رو میجر کنه تو حالت چشمان من خیلی از این سنسور استفاده میشه توی این دیجاخه که قطعا نیاز داره یعنی همش میره زیر شاخه همین بایو مدیکال ساینس پس اینا میگن یعنی که نه حالا من توی این ستا استفاده میخوام این ستا ویژگی اصلی که گفتیم یعنی تشخیص احساس ابراز احساس و داشتن احساس رو از درجاش حرف بزنیم اولا که تصور کنید که یک کامپیوتری میتونه تشخیص بده احساس ما چجوری ارزیابی میکنیم که یک کامپیوتری درست داره احساس رو تشخیص میده یا نه اینطوریه که با آدم مقایسه میکنیم یه گروه مثلا یه ویدئویی از یه آدم عصبانی داریم اینو به یه گروه آدم نشون میدیم به یه گروه کامپیوتر حالا یا ربات یا هر چیزی هم نشون میدیم اگه توضیح جواب این دو مساوی باشه کامپیوتر رو رفت کنم میکنم اگه 70% آدم ها بگن که این ویدئویی که داریم میبینیم عصبانیه 30% آدم بگن نه مثلا حالتش تنفره و کامپیوتر رو یه همچین توضیح اجاب داشته باشن کامپیوتر رو رفت کنم میکنم چیز دیگه این که مجموعه اینه که مقایسه کنیم چند رو هم باشه اینا چیزایی که حالا ما اگه بخوایم طراحی کنیم یک کامپیوتر میتونه تشخیص بده
بده احساس و باید حواسون به این چیزا باشه. اولین چیز ورودیه که من میتونم ورودی میتونم یه ورودی نبرم باشه که صورت من رو میتونه حرکات چشم من، حرکات قرنیه من رو میتونه دیتکت کنه، حرکات سر من، حرکات بدن من، همه اینا میتونه به عنوان ورودی بگیره. روی صندلی میتونه سنسورایی باشه که فشار بدن من صندلی رو اندازه بگیره و ببینه پاسچر بدن من چطوریه. خیلی میتونه از این استفاده کنه، اگه میدونه چقدر و باز روی سیستم آموزشی از این استفاده میشه که ببینم من چقدر انگیجم، چقدر حواسم هست، چقدر انگیزه دارم توی موقعی یاد گرفتن یه چیزی. سنسور باز از سنسورهای هم فشار خون و نفس و اینا میتونه استفاده کنه که ببینه مثلا استرس هم چقدر اینا چطوریه. پس یکی ورودیه، یکی تشخیص پترنه، یعنی حالا این داده ها رو که داشت بتونه تمرینش رو ببینه مثلا وقتی ضربان قلب زیاده و مثلا حرکت قرنیه اینطوریه، این یه پترنه، این یه معنی خاصی میتونه داشته باشه، بتونه اینا رو کلاس بندی بکنه. استدلال یا ریزنینگ بتونه بکنه، یعنی مثلا با توجه به شرایطی که توشم، مثلا این ساعت روز مکانم اینه، فلان روز هفته است، این داده ها رو بذاره کنار هم، حالتهای داده هایی که از بدنم هم گرفته بذاره کنار هم و بتونه یه چیزی رو تشخیص بده، مثلا احساسم رو بر اساس اون تشخیص. یادگیری هم این معنی که برای هر نوع کاربردها بفهمه که رفتارها چطوریه، پترن رفتار رو در بیاره، بتونه بفهمه که کدومی که از این داده های سنسورها بیشتر به دردش میخوره یه همچه چیزه. نهایتاً هم خروجی باید بتونه که بر اساس این احساسی که تشخیص داده یه چیزی نشون بده، یه جوری بفهمونه که من احساسی تشخیص دادم. حالا لزوماً خودش حالت نمایش بدن آدم رو نداره یا صورت آدم رو نداره که نشون بده، ولی یه پیام میتونه باشه، یه رنگ فونت میتونه باشه، هر چیزی نشون بده که یه احساس رو فهمید. کلاً هم تشخیص احساس این چند شاخه رو باز میکنه، یکی همین وربل دیوایسز یا این سنسورهایی که میتونیم بپوشیم بگم وربل دیوایسز، یکی تشخیص احساس ها از روی صورت، تشخیص احساس از روی صدا و تشخیص احساس از روی علائم فیزیکی بدن که راجع به این سه تا مختصرا حرف می‌زنم. دومی ویژگی اصلی ابراز احساس و عواطف بود. پس ما اصلی که کامپیوتر افکتیو یا افکتیو باید داشته باشه اینکه بتونه ابراز کنه احساس. خب تصور کنیم یه سلام صبح خیر معمولی به چند حاله میتونه رخ بده و چقدر میتونه احساس مختلف توی شما یا مثلا یه بشینی، مثلا بفرمایید بشینی چقدر میتونه باشه، بفرمایید بشینی یا میتونه باشه که بفرمایید بشینی، یعنی چقدر چیزای مختلف میتونه باشه که فقط اینتونیشن صدای من به اون تاثیر داره. پس میخوام بگم ابراز چقدر میتونه بوقای مختلفی داشته باشه. نحوه ارزیابی این چطوریه؟ چطوری میفهمیم که یه کامپیوتری خوب داره ابراز میکنه یا نه؟ ساده است، میذاریم به یه آدم شروع میدیم، مثلا یک کامپیوتری داره عصبانیت رو بازو کنه، اگه آدم بفهمه که این عصبانیه داره خوب عمل میکنه، اگه نفهمه خوب عمل نمیکنه. یه آزمایشی هست که توسط این آقای پارک الیوت انجام شده که توش یه به یه بازیگری یه سری جمله رو دادن، گفتم این احساسا بگویه، به یه ربات یا یه برنامه کامپیوتری هم که نمایش صورت داشته و صدای کامپیوتری داشته گفتن همون جمله ها رو با این احساس ها بگن. جمله ها معناش هیچ بار حسی نداشته، این جمله های خونسا بوده از بودن، فقط نحوه گفتن میتونسته چیز کنه. و جالبه که اینو رو با آدم نشون بدن 50% توی وقتی که بازیگری کار میکرده آدم 50% من با باش مثلا تشکیز دادن که چه احساسیه، ولی وقتی کامپیوتر میگفته 70% من با. حالا این آزمایش جزئیاتش هم واسه بیشتر از من نمیدونم، ولی ممکنه به خاطر اینکه که کامپیوتر ابراز شده تر بود، ولی منظور که کامپیوتر رو میتونن در ابراز احساس حتی محقق تر بشن. و این هم دوباره مواردی که وقتی میخوایم تراحی کنیم یه ماشینی که ابراز میتونه بکنه احساس باید به این حواس باشه. ورودی این همچه ماشینی یه دستور عملیه که کی چه احساسی رو چجوری نشون بده. حالا این یا میتونه پروگرام شده باشه توسط یه آدمی میگه که وقتی که این فلان شد مثلا حالت نمایش لبها روی صورت غمگین بشه در من حد ساده، یا میتونه توی کامپیوتری که خودش احساس داره که اون اصل سومه برآمده از همون حالت احساسی خود کامپیوتر باشه. این پس دستور، ولی به هر حال دستورهای وجود داشته
نکته دوم اینه که خود به خود یا عمدی باشه، یعنی کامپیوتر مثلا آدم ها چطوری هم، من میتونم تصمیم میگیرم که الان عصبانی رو اخراج کنم یا اینکه یه اتفاق میفته یا عصبانی میشم. تو کامپیوتر هم وقتی که اگه خودش احساس نداشته باشه که عمدی، یعنی یه الگوریتمی داره یه جوریه که به حالت عصبانی رو نشون میده، ولی باز در مورد کامپیوترهایی که خودشون احساس دارن این فرق میکنه، یعنی میتونه برآمده از همون احساس باشه. قوانین نمایش اجتماعی سوشال رولز هم اینه که این مثلا آدم ها، من اگه بخوام تنگیم نشون بدم یا روز من دیگه چون من خیلی تنها خیلی فرق میکنم با وقتی تو جمع هم یک کامپیوتر خوب باید این ویژگی رو داشته باشه، یعنی بفهمه که هر جایی چطور میتونه احساس رو ابراز کنه. مهمترین چیز هم خروجیه، خروجیه که همچه ماشین داشته باشه حالا دو حالت داره، یا یه صورت انسانی داره که اون وقت توی صورتش، توی صدا، همه این همونجوری رفته باشه نشون بده این احساس رو، اگر هم نباشه این صورت انسانی نشه باشه، باز توی رنگ پس زمینه، توی حالت فونت، رنگ فونت یا دیگه چیزهای مختلف بگیم مثلا الارت هایی که نشون میده میتونه باز این احساس رو اینجوری بروز بده. چیز آخری هم که دوره این برآمده از این بخشه همین ویژوال کاراکترز یا ویژوال ایجنت هستن. ویژوال ایجنت ها در شخصیت های کامپیوتری که نمایش انسانی دارن و مثلا احساسات رو ابراز کنن و وقتی به این طوری فکر میکنیم بهش یه ذره منحوس‌تر میشه این چیزایی که حالا راجع به احساس میکنیم، یعنی کامپیوتر خالی باشه خیلی منحوس نیستش که حالا احساسش کجا. نهایتا هم داشتن احساس عاطفه سومی خیلی دیگه شاید ایدئاله، یه چیزی که خیلی دور از دسترس به نظر میرسه که ما ماشینایی داشته باشیم که احساس کنن. یه سوال خیلی مهم که اصلا توی فیلم فرامان بازه اینه که اصلا مگه میشه، ممکنه که ما بتونیم ماشینایی داشته باشیم که احساس کنن یا ممکن نیست؟ ولی حالا از لحاظ تئوری 5 تا مؤلفه ای که باید یه ماشین داشته باشه تا بشه به عنوان یه ماشینی که احساس داره حسابش کردیم. اولا که باید رفتارهایی برقرار از احساس داشته باشه، یعنی همین مثلا وقتی موضوع عصبانیت وقتی نشون بده که از این رفتار عصبانی رو از این احساس عصبانی نشون بده. دوما عکس‌العمل‌های سریع احساس داشته باشه، یعنی همین که اگه مثلا ترس یا عصبانیت یه همچین چیزه، این وقتی یه کامپیوتر احساس داشته باشه این اتفاق توش میفته، یعنی کامپیوتر معمولی یا این ویژوال ایجنت معمولی همچین رو نمیکنه. احساسات برآمده از استدلال داشته باشه، یعنی همین شرایط تاثیر بزنه رو احساسش، مثلا وقتی تو جنبه فرق کنه احساسش. نهایتاً هم آگاهی داشته باشه به وضعیت احساسش، یعنی خیلی شدید ویژگی انسانی میشه دیگه، ما میدونیم هر لحظه چه احساسی داریم، یعنی فکر کنیم از من بپرسن میتونم بگم که چه احساسی دارم. و تعامل بدن و ذهنم به این معنی که تاثیر میذاره، یعنی هم وقتی که من مثلا استرس دارم یه چیزی چون تغییر میکنه، هم که اگه یه مشکلی باشه یا یه حالت شرایط خاصی باشه رو حالت احساسی تغییر میذاره. الان مرد داشتن اگر تو سکون احساسی کم سخته، یعنی خیلی به من نزدیک همین اتفاق. نه کامپیوتر کامپیوتر که الان میگه خیلی همین ویرچوال ایجنت مثلا بگو، یا آدم مثلا کامپیوتری که اینجوری احساس نداره، یعنی تصمیم گرفتن اینکه کی خوشحال باشه کی نه با پروگرام شده دیگه، مثلا وقتی که رسید به ثانیه پنجم چه میدونم لبخند داشته باشه یا نباشه باشه یه همچین چیزی، حالا وقتی که یوزر اینو گفت بخند همچنان، یعنی احساس داشت. ولی آدم چطوریه؟ آدم اینش آره دقیقا هم نفس خودش هم که یه سری حالات وجود دارن که اتفاقات از خودش هم نیست، یعنی ناخودآگاه یهو اتفاق میفته. کامپیوتر اینو نداره، احساس نداشتن به این معنی که هیچ تغییر درونی اتفاق نمیتونه نتیجهش بشه یه احساس. ولی میگم این برای خود من هم خیلی آمیده دوره، من ندیدم این چیزی که الان دوره باشه. Time coming, my son, and time.
نشه، ولی کامپیوتر این چیزا اصلا برای شریف نشد. خیلی مثلا خوبیم، من اگه با ساده بگیم، من بخوام برم یه همین راجب فیشال و اکسپرشن اینفکشن رو سه تا چیزی که گفتیم، حالا همین راجب چون ایده تشخیص، اما این چیزی که از روی حرکات صورت تشخیص بدیم احساس رو همون آقای اکمنی که گفتیم اون شیشتا احساس رو پایه رو معرفی کرده بود، یه سیستم کودینگ تعریف کرده برای اینکه بر اساس انقباض و انبساط ماهیچه های صورت که مثلا اینا این عدد و ماهیچه های مختلف این نقش صورت هم که مثلا وقتی یک منقبض و شیش منقبضه عصبانیه، وقتی که یه همچین سیستم کودینگی داره که بر اساس اون احساس ها رو تشخیص بده، یعنی اگه یه سیستم با کامپیوتر ویژن کلی بشه، یعنی کامپیوتر که این ویدئو رو داره میبینه اینا رو دیتکت میکنه و میفهمه که احساس چطوریه. پس یکی از راه های دیتکشن برای کامپیوتر از روی حالات صورت احتمالا یه چیزی نمیدونم گم میگم اینه فکر میکنم آنه ولی در نماش هم سوشده نه کنم کامپیوتر میبینه بیشتر ولی من میبینی توی یه خیلی خاطی میشه روزا یعنی احتمالی نماش هم شده که هم داشته ولی تا جایی که نه ولی چالش هایی که این داره چیه؟ اولا که خطا داره من که آدم ها هم کسا شما فکر کنید اینجا یه دوری باشه این برنامه رو داره که بتونه دیتکت کنه حالت احساس شما اولا که نصف شما دست یه دوری صورت میتونه یا بدونی یه ردگر زاویه این صورت که تغییر میکنه این خیلی دوچار خطا میشه یعنی الان برنامه ها ایدئال نیستن خیلی خطا ممکن داشته باشه نور خیلی تاثیر داره نویز خیلی تاثیر داره برای همین صحتشون میتونه خود در حالت ایدئال میتونه بالای 80% باشه ولی در عملا مخصوصا وقتی خود جمعه که خیلی کمتر میشه وقتی حتی یه نفرم هست مثلا فرمردی ویدیو اسکانی و هرچی بازم خیلی نیست من خیلی دوست داشتم یه دیمونی رو نشونتون بدم از که حالا میدم اینو دونه دونه چونی بدم یه نرم افزاری که هم خانم پیکارت که گفتم این ویدیو درست کرده یه استارتاپ میزد توی امازون الان خیلی دیگه خیلی روی مشغول است ولی اونا خیلی روی کار کردن که هم احساس رو از روی صورت دوست کنم بعد ببین من اینو میدم بگیم بدونم چون نگاه کنیم این دقیقا کاری که میکنه بخش های مختلف صورت رو دیتکت میکنه اگه بیاش نگاه کنیم بگیم که بتونم دیتونم داریم الان هم یه نمونه های خوبیش هست باز اینم همین وقتی که
یعنی خیلی میتونه ارور داشته باشه دیگه، همیشه صدا کلی صدای بیرونی میتونه باشه، با آدم ها خیلی فرق میکنه و اینا، ولی این هم لابرای خوبی الان هست، یه بارزش اوپن سمایل لابراییه که نسبتا خوب با ماشین لرنینگ لیر وقتی مثلا مخصوصا ترینش کنیم و دیتا بیس خوب به حد خوبی میفهمه عصبانی، ترس صدا، خوشحالی، هیجان اچ. نهایتا هم پس دارم شیوه های رو میگم که کامپیوتر میتونه تشخیص بده، ما ویژگی اول تشخیص بود که داریم اینجوری تشخیص بده. چیز آخر هم همین سنسورهای که اشاره کردم، اولی این بلاد والیوم پالس ضربان قلب میگیره، یعنی هم این پالس هایی که خون توی رگ ما میاد اونو اندازه میگیره، بسیتون ضربان قلب رو اندازه میگیره و باز از اونم خیلی پترن ها میشه در مورد برای ترس، برای استرس، برای چیز. سکین کاندکتنس میزان رطوبتی روی پوست ما که با یه سنسور این نمیزنه دو تا سنسور کوچولو روی این انگشتامون یه ولتاژی به این اعمال میشه، میتونه میزان رطوبت عرق روی دست ما رو بفهمه. و خیلی خیلی هم ماشکامش همین رو بخوام به پیکارت که گفتم خیلی روی این کار کردن با بیماری اوتیسم و احتمالاً خیلی کار جالبی برای اون بیماری میکنن، چون بچه هایی که این مشکل رو دارن این اتفاق رو من گفته اینجوری رو دیفکت میکنن. نهایتا هم تنفس که این که دور بدنه این فقط اندازه میگیره میزان همین حرکت سینه رو و تنفس رو. چالشاش هم خیلی همین خیلی میتونم قیل دقیق باشم، میتونه اسم سوشل باشه، داره خوب نده و خیلی از دارم. من ببخشم داریم من طولانی شد خیلی از این متاسفانه من چون زمان خوب مدیره نکنم اینا رو سعی کنم بگم.
نهایتاً هم خیلی کوتاه راجع به دستیابی مجازی هم توی گفتم کلاً یه چیزی که ظاهر انسانی داره. توی این مثال یه دوره توی یک کارتی نوردس کنه یه ویژوالیتی که میتونه رو مصاحبه کنه مصاحبه کنه و احساسای شما رو ببینه، هم برای تمرین مصاحبه بسنگ یا شما یاد بده چطور مصاحبه شده کرده بگیم. این یکی هم یه سیستم آموزشیه، یعنی خیلی قدیمی تر ولی یه ایجنت که داریم که باز همه سنسور شما همه داده‌های شما رو میگیره. اینا باز مثاله این تصویر از همین لبی که من توش کار میکنم اون برای دانشگاه کالیفرنیا و همه اینا حالا کاربردهای مختلف دارن. تو لبی که ما کار میکنیم خیلی با من مشاور با من مشاور سند برای آدمای افسرده برای آدمای دچار بیماری بعد اینا هستن استفاده میشه. مؤلفه هاشم باز ویژوال اجنت ها یه سریشون کارکتر تصویر کارکتر انسانی دارن، یه سریشون مثل سیلیو و کورتانا و اونه که رو گوشیامون داریم فقط صدا، ولی خیلی خوب میتونه خوب باشن. اولا راحت تره باشون هم که الان یک شما اگه یه صدایی باشه که نه بفهم شما چی میبینو بچه خودش با صدا جواب بده خب خیلی تعامل راحت تر میکنه، یادگیریش آسون تره، ولی مشکلات ایرور و اونا هم داره. ببخشید که دارتون میگم یک مؤلفه یک باید داشته باشن صدای از روی متن، یعنی مثلا ما برای ایرورتامون متن رو مینویسیم ولی باید صدای کامپیوتری باشه که اون تبدیل متن به صدا. این مؤلفه دیگرشونه تو اتر ماشینلی کلی توشون استفاده میشه که یاد بگیرن یه توانایی یادگیری داشته باشن با اداپت کنم این جگه هاشون رو و نهایتا انیمیشن خیلی دارم، یعنی برای مخصوص برای اونایی که ظاهر فیزیکی دارم. این آخرین سلاید هم اینه یه دمو خیلی کوتاه از این صدا نرزم این رو این Is there anything specific you would like to talk about today? Do you have a mobile system? Sure. Symptoms can be a big part of atrial fibrillation. اینطوری بهش جواب میده. ولی هم مثلا به صورتش تغییر کنی. I am sorry to hear that. Since you have atrial fibrillation, it is important to talk about how you are feeling. I will help track information about your symptoms. There may be different kinds of treatment that may help. ببخشت آخر